بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با نام خدا و با سلام و ادب و وقت بخیر حضور شما بیننده‌های عزیز، خانواده‌های گرامی و هموطنان ارجمند، خوشحال هستم و خداوند بزرگ را نهایت سپاسگزارم که باز هم توفیق حضور یافتم تا از طریق شبکه جهانی تلویزیون امید 24 برنامه اخلاق در خانواده در منظر شما و مهمان خانواده شما باشم. امیدوار هستم هر کجای دنیا که هستید همیشه خوش و آرام و سعادتمند باشید و از امنیت کامل محیطی، جسمی، روحی، روانی برخوردار. با این امید میپردازیم به برنامه امروز و این هفته اخلاق در خانواده. شما امروز و این هفته بیننده برنامه 131 اخلاق در خانواده هستید. کماکانی که استظهار دارید برنامه اخلاق در خانواده روزهای سه شنبه از ساعت 7 الی 8 شام با وقت تورنتو کانادا پخش و نشر میشه که شما میتونید این برنامه احتمالاً یک چند بار تکرار و یا بازپخش نیز داشته باشه و ضمناً شما میتونید برنامه اخلاق در خانواده را از طریق یوتیوب و فیسبوک نیز بیننده باشید. بیننده‌های عزیز، خانواده‌های گرامی، طبق معمول همیش از شما خانواده‌های عزیز درخواست میکنم که چنانچه اگر سوال، پیشنهاد، طرح و یا سوژه خاص که مربوط به برنامه اخلاق در خانواده باشه، بنده 7 روز هفته در خدمت شما هستم و میتونین به شماره تلفن 416-876-8770 شما تماس بگیرید و یا اینه که به اون ایمیل آدرسی که در فوتیج اسکرین تیوی هسته شما میتونین به من ایمیل بکنین. خیلی خوشحال میشم که شما از دانش و تجربیات خود در این برنامه اخلاق در خانواده سهیم باشین. سرویس هایی که بنده در شهر بزرگ تورنتو برای شهروندان تورنتویی و به هموطنان عزیز و کمیونیتی افغان ها انجام میدم مراسم عقد نکاح و ازدواج هست که و ثبت و راجستر رسمی ازدواج ها به دولت کانادا و ضمناً در این اواخر ازدواج های مختلط بسیار زیاد هست، ازدواج کمیونیتی افغان با غیر افغان، مسلمان با غیر مسلمان، ما همو آیین شرایط نکاح یا عقد ازدواج را اولا آماده می سازیم برایشان و بعد مراسم عقد نکاح و ازدواج را برایشان جاری می سازیم و به زبان انگلیسی، خصوصا که همه کمیونیتی ها با او موافقت دارند و فهم و فراست زبانی دارند. و ضمناً قبل از مراسم عقد ازدواج و نکاح ما قراردادهای تهیه میکنیم که به نام پری نپشل کانترکت است، قراردادهای قبل از ازدواج هست که بارها عرض کردیم به خانواده‌های عزیز که یک سری خانواده هستند که دخترها و یا پسرهایشان به نامهایشان خانه هست، ملک و املاک هست، وجوهات نقدی یا کدام بزنس هست، ولی وقتی که ازدواج میکنن یک قسم نگرانی و دلهورگی دارن که بعد از ازدواج نظر به قوانین کشورها آن ممکنه که یک ریسک از نایی اون املاک و جایدادی که به نامشان هست متصور باشه. برای از اینکه این مسئله نباشه ما قبل از نکاح و قبل از ازدواج قراردادهای رسمی درست میکنن که بعد قابل هیچ نوع نگرانی و تشویشی برای خانواده‌های عزیز در مورد ازدواج دادن فرزندانشان متصور نباشه.
ضمناً تهیه و ترتیب ویل یا تستیمونی یا وصیت نامه های شرعی و قانونی و رسمی ما تهیه میکنیم برایشان. خب البته مرگ و میر به سن و سال کار نداره، دست قضا و حوادث غیبی همیشه در کمین هست، ولی بر اساس قوانین اینجا باید ما وصیت نامه های داشته باشیم. بعدش هم اگر کارهای اسپانسرشپ باشه، ما هر گونه فرمای اسپانسرشپ با نوشتن کسای پناهندگی به هر لول و به هر سویی که باشه ما آمادگی داریم و تهیه میکنن. تهیه و ترتیب دعوتنامه ها و سوپر ویزا نیز برایشان مقدور هست و برای ترجمه اسناد و مدارک، خصوصا اسناد و مدارک ازدواجی باشه، اسناد و مدارک شناسنامه و تذکره و غیره باشه، یا خانه‌پوری، فرمای سیتیزنشپ و فرمای پرمننت رزیدنسی و امثال هم، در خدمت هموطنان عزیز خود هستیم. به پهلوی این همه سرویس ها، خدا نخواسته اگر مناقشات خانوادگی متصور باشه در فامیل ها، ما نیز برایشان کمک شایانی در این زمینه ها انجام میدیم که پیش از اینکه گریبانشان به دست دولت و پلیس اینا بیفته، ما کوشش میکنیم که راه های برایشان پیشنهاد بکنیم. به هر صورت میرسیم به محور اصلی، موضوعات اخلاق در خانواده. از چندین هفته به این طرف است که ما یک سلسله مباحثات را پیگیر هستیم. عزیزانی که برنامه را تعقیب میکنند در جریان هستند که ما یک سری رمز و رازهای را در این برنامه اخلاق در خانواده مطرح داشتیم. از تقریبا چندین جلسه به این طرف یا چندین ماه به این طرف است که ما یک سری رمز و رازهای برای خوشبخت ساختن خانواده ها مطرح داریم و که چی رمز و رازهای وجود داره، چی نوع رموزات وجود داره، چی نوع فرمول های هست که خانواده های عزیز ما بتونن زندگی های نسبتا آرامتر و مرفه‌تر و خوبتر داشته باشن. مطمئنم که همه این ویژگی ها خانواده های عزیز تجربه دارن، تجربه کردن، میدونن، اما بعضی مواقع یک نوع تسامح در عمل به وجود میاد که ایجاب ازیل میکنه یک نوع پالش بشه یا اپدیت بشه و اون اندوخته ها و اون معلومات یک قسم یادآوری بشه و این تکرار هرچی زیاد تکرارش تکرار احسن است. البته حسن و خوبی های خود داره و بیشتر جزء ملکات نفسانی انسان قرار میگیره تا بتونه آدم برای بهینه سازی امور خانوادگی خود نقش بازی کنه و خانواده خود به ساحل خوشبختی و سعادت برسانه. در جلسه قبل ما راجع به تفاوت ها و دانستن تفاوت ها و احترام گذاری به تفاوت ها در دو سه جلسه قبل صحبت کردیم به تفصیل و عرض کردیم که تفاوت ها اگر ما عمیق بشیم در تمام عالم خلقت و هستی تفاوت ها وجود داره، وجود داشته و وجود خواهد داشت. پس وقتی که تفاوت ها در عالم خلقت و هستی وجود داشته باشه و ما جزء عالم خلقت و هستی هستیم و به پهلو از جمله انسان های ناطق و متفکر هستیم و اشرف مخلوقات هستیم، خب ما حتما تفاوت های بین ما زیاد است در ساحات مختلف، در ابعاد مختلف، چه فردی فکر کنین، چه اجتماعی فکر کنین و خانوادگی فکر کنین، حتی بین اعضای یک خانواده هم تفاوت های سلیقه‌ای وجود داره، روش و منش خاص خود داره که ما سر از این مسئله به تفصیل در طی دو جلسه صحبت کردیم. و اما موضوع مورد بحث امروز و این هفته اخلاق در خانواده، موضوعی که باز هم به سلسله رمز و رازهای خوشبختی خانوادگی امروز
مطرح میشه و این هفته خدمت شما تقدیم میشه، مسئله دروغ نگفتن در خانواده هست، پرهیز از دروغ هست. دروغ خب میفهمیم که نامش از نامش مشخص هست که یک خصلت ناپسندانه و خصلت نادرست هست. اگر ما خواسته باشیم دروغ را تعریف بکنیم، دروغ در واقع عدم مطابقت با واقع هست، یعنی مخالف اونچه که واقعیت داره دروغ گفته میشه، در عمل، در گفتار، در کردار، در وعده و غیره، که این نقص یا نقصی بزرگ در بین افراد وجود داره، خصوصا افراد جامعه که به هر دلیلی که هست خواسته باشن امرار معیشت بکنن بیشتر متوسل به دروغ میشن. و دروغ در واقع یکی از صفات رذیله و یکی از صفات بسیار زشت و ناپسندانه انسانی هسته، که البته با کمال تأسف امروز اگر ما ملاحظه کنین از جمله ملکات نفسانی ما انسان ها قرار گرفته و یکی از مفسده های بزرگ اخلاقی و اجتماعی قلب داد شده. دروغ در واقع اگر ما عمیق بشیم، وقتی یک نفر متوسل به دروغ میشه، خب او شاید یا جزئی باشه یا دروغ جزئی باشه یا کلی باشه یا کوچک باشه یا بزرگ باشه، دروغ به هر صورت دروغ دروغ هسته و این شاید از اول جزئی هست، خیلی مهم تلقی نشه، اما این دروغ های جزئی و دروغ های خورده ریزک است که اینا باعث دروغ های بزرگ میشه و اینا ملکات نفسانی انسان قرار میگیره، جز ملکات نفسانی قرار میگیره، یعنی هر چیز که زیاد تکرار میشه برای انسان تقریبا مانوس بشه و این ملکه میشه، از جمله ملکات نفسانی یا شخصی انسان قرار میگیره که یعنی جز عادت انسان میشه. دروغگویی زیاد ابتدا از دروغ های خورده ریز و اینها آغاز میشه و اینه که در اجتماع انسان بیسه یک انسان نادرست با خصلت دروغگویی و ناپسندانه و زشت عرض اندام میکنه. و دروغ از جمله خبیث‌ترین ملکات نفسانی هست، خیلی زشت است و در واقع سرچشمه تمام بدبختی ها و نحوست ها هست، که اگر یک شخص که دیده باشین به دروغ متوسل میشه، شاید ظاهر فریبنده و ظاهر پرزرق و برق و خوبی داشته باشه، ظاهرش ممکنه خوشایند باشه، اما در باطن این دروغ ممکنه افشا میشه، هم خودش در قلب خود به نزد خود اگر وجدان داشته باشه یک احساس شرمندگی و احساس حقارت بکنه و هم از نقطه نظر اجتماعی بالاخره یک روز این دروغ برملا میشه، یعنی واقعیت مشخص میشه، بعد برای انسان چیز کمایی میشه، در واقع وهن شخصیت است، برای شخصیت انسان توهین است، تغییر است و این وهن شخصیت برای انسان از همین دروغ بافی ها و خیال پردازی ها و اینها هست. دیگه دروغ خودش به ذات خود یک نوع خیانت هست، خیانت فردی و خیانت اجتماعی، هم مرتکب خیانت آدم برای افراد میشه و هم برای اجتماع خود مرتکب خیانت میشه و هم وهن شخصیتی انسان شکل میگیره. به هر صورت چون دروغ باعث فتنه و نفاق و ویرانگری میشه و بالاخره که دروغ زیاد مداومت پیدا کنه و او جزء عادت انسان میشه و خیلی کسا میبینین که در همین مراودات اجتماعی تا چند کلمه زیاد پایین و بالا میشه متواصل به قسم میشه، قسم نیاز نیسته، اما اشخاص که زیاد دروغ میگن زیاد قسم میخورن، اشخاصی که زیاد قسم میخورن حتما زیاد دروغ میگن. پس اینه که قسم خوردن و قسم و آیه و حدیث خوردن و اینها هم
با اثر ملکات نفسانی شکل میگیره، یعنی چندین مرتبه تکرار میشه. قسم خوردن هم که یک بحث جداگانه است، باز به یک فصل و بابش صحبت میکنین. از اول خوردریزه رو آدم قسم یاد میکنه، بعد دست به کارهای کلان و بزرگ میکشانه و بالاخره جز عادت انسان میشه و بعد قسم خوردن بی تفاوت یک امر عادی میشه. قسم بخوره و نخوره عادی است. اما کسانی که ثابت شده، تجربه ثابت کرده، کسانی که زیاد دروغ میگن، متوسل به دروغ میشن، اینا زیاد قسم میخورن. به هر صورت پس به طور عموم دروغ چی کوچک باشه و چی بزرگ، هم در فرم و هم در محتوا قابل رد هسته، مردود هسته. نه در فرم درست است دروغ گفتنش، نه در محتوایش درست است، نه مصلحت آمیزش، نه دیگه. اما بعضی موقع هست که ناگزیر میشه آدم دروغ مصلحت آمیز که به نام وایت لایز گفته میشه بهتر از راست فتنه انگیز هسته. بعضی وقتا یک راستی را آدم میگه، اگر نگاه کنه که همون کانسیکوینس یا نتیجه یا آوتکامش فتنه است، نفاق است، خونریزی، جنگ است، قتل است و ویرانگری است، خب از او باید آدم اجتناب کنه. در او عرصه ها ایجاب میکنه که مصلحتی، دروغ مصلحتی، مقطعی و گذرا باید بگوید، تا زمانی که اگر میبینه که یک شر آید حال است، یک نوع فتنه گری هست، به این قسمت مجاز گفته شده. در تمام کلتورها و فرهنگها به نام وایت لایز گفته میشه، دروغای مصلحت آمیز، که البته هر حالت دروغ بالاخره دروغ دروغ است، اما یگان وقت استثناء اگر در همچو موقعیت یا سیچویشن انسان گیر میایه، خب مصلحتا مجاز است. دروغ ها معمولا بین خانواده، چون بحث های خانوادگی است، دروغ های ما و شما از خانواده آغاز میشه، از چیزهای خوردریزه. مثلا بارها ما و شما به خانواده خود شاهد هستیم که اگر کسی تلفونی میکنه به خانه ما و شما، به خانه ما تلفون میاد، پرسال میکنن که آقای فلانی هستن یا خانم سرکار خانم حضور دارن به خانه هستن، بعد یا مرد یا زن جواب میگه که در حالی که باشه، میگن نه نیستن، یا میگن که سر نماز هستن، در حالی که شاید به هفته و ماه هم ممکنه بعض کسا نماز نخونن، ولی همون موقعیت یا سر نماز هستن یا نیستن در حالی که هسته. اما اگر مثلا فرزند شما، دختر یا پسر شما گوشی تلفن بلند میکنه، پرسان میکنن که بابایت هسته، از اونجی اشاره میرسانه که بگو بابام نیست، بعد نقل قول میکنه که میگه بابام میگم که بابام نیست، بابا خانه نیست، خوب و امثال این چیزها. این دروغ های کوچک ظاهرا کوچک معلوم میشه، اما اینا بسیار جانکاه هسته، بسیار ابو سبقه و ایرانگری ازی بسیار عمیق هسته، چون در او خانواده خانواده است، اعضای خانواده همه میشنوند، خب همه شاهد این مسئله هستن، بعد این یک نوع دروغ هسته و این دروغ مداومت پیدا میکنه، شک می آفرینه و امو حسن نیت از او شخص یا از او خانواده رخت سفر بر می بنده و اونجیه که خانواده یک نوع توهین به خانواده است، کسر شخصیت است، کسر آبروی خانوادگی و پرستیج خانوادگی هسته. اینه که فرزندان هم اینو دروغ تقلید میکنن و یاد میگیرن. اینه که دروغایی که خوردریزه هست، بزرگا کلان ها ایره بی اهمیت میسپرند، پیامدهای بسیار ناگواری به سر اعضای خانواده میتونه داشته باشه، که ظاهرش البته امکان داره خوشایند و خوب باشه، مرغوب باشه، اما باطل بسیار گمراه کننده و آنموست که امو شیوه رشد و پرورش کودک در خانواده خدشدار میسازه، یعنی شخصیت زور بیک حالت دیگه شکل بده و او از دروغ از خانواده یاد گرفته و بعد به اجتماع او دروغ تطبیق میکنه و اجتماع بزرگ
متشکل از اجتماع کوچک خانوادگی هسته. خب پس تربیت در خانواده حرف اول میزنه که انمی خانواده کوچک هستند که اجتماعات بزرگ میسازند. خلاص اینکه خانواده عزیز، بیننده گرامی، دروغ هرچی باشه به طور عموم یکی از خصلت های بسیار شنیع، زشت و ناپسندان است، یک عمل زشت است. این زشتی و شناعت دروغ موجب انحراف نفس میشه. زشتی و شناعت دروغ موجب پوشانیدن حق میشه که از حق انسان چشم پوشی کنه. اگر این زشتی و شناعت دروغ وقتی چی هست مدائمت به دروغ انسان داشته باشه، انحراف نفس برای انسان پیدا میشه. یعنی بالاخره جزء عادات نفسانی ما میشه و اینه که منحرف بشیم از اون خط اصلی شخصیتی و انسانیتی ما عدول میکنن و بالاخره وقت ملکات نفسانی انسان دروغ میشه، این عمل زشت و شنی چشم پوشی از حق بشه. بسیاری وقتا دروغ است که انسان حق را زائل میکنه، از حق چشم پوشی میکنه یا جانبداری میکنه، جانبداری های بیمورد. و زشتی و شناعت دروغ باعث نفاق و فتنه انگیزی میشه. خب به هر صورت ما عرض کردیم که دروغ به هر شکلی که باشه، به هر لباسی که باشه، به هر تیپی که باشه، بازم هم در فرم غلط است و هم در محتوا غلط و ناپسندیده خواهد بود. دروغ اگر ما از لحاظ اجتماعی دروغ را بررسی بکنیم، خیلی کسایی هستند که در جامعه بشری به دروغگویی عادت پیدا کردن و از همین طریق با نشان دادن وعده و ایده‌های مختلف و زرق و برق‌های مختلف و نوید دادن چیزهای تازه که هیچ حقیقت نداره، میتونن لفاظی بکنن، بلند پروازی بکنن و مردمی که کمتر از سطح خودشان ممکنه باشه یا سوادش کمتر باشه میتونن با آسانی مردم بفریبن. و اینه که به اجتماع ما خیلی کسایی داریم که فریبنده هستن، کارهای خلاف میکنن. حتی در کشورهای بسیار متمدن و پیشرفته امروزی میبینین با اشکال مختلف اسکم میکنن و از حسابهای بانکی میتونن پول بکشن و خلافکاری های بسیار زیاد تکنولوژیکی انجام میدن در صحه اینترنت، در صحه فیسبوک ها، در صحه تکنولوژی امروز، خصوصا در بانک ها خیلی زیاد فراد و جلکاری و اسکم میکنن و فریبندگی دارن که انمی دروغ و اغفال در خود جامعه فوقلاده مترقی و متمدن و پیشرفته هم ما شاهد این مسائل متاسفانه هستیم. یعنی بشر همچه اگه موجودی هست، اگر بشر دست براه پا براه می بود، یعنی شایسته و بایسته و آنچنانی می بود، خب نیازی به ارشاد نداشت، نیازی به راهنمایی نداشت. این همه از نقطه نظر آموزه‌های دینی ما، باورهای دینی ما، 150,000 پیغمبر نازل شده به وقت و زبانهای مختلف به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه انمی بشر دوپا بسیار خطرناک یک موجودی بوده و برای ارشاد و برای راهنمایی بشر وقتاً فوقتاً یک رسولان صادر شده، نازل شده و آمدن و ارشادات در زمین ها صورت گرفته. باز هم میبینیم روز تا روز در عصر که
تکنولوژی هست، عصر اتم و فضا و عصر کامپیوتر و انفجار علوم هست، باز هم میبینیم که به شکلهای مختلف، به هیال مختلف این خیانت ها و دروغ بافی ها و این چال و نیرنگ و اینها دامنش روز بروز وسعت پیدا کرده و واقعا بسیار خطرناک قلمداد میشه در عصر حاضر، در همه عصر انفجار علوم. پس بشر همچون موجودی بوده و هیچ وقت ما و شما از موعظه و خطاب سرباز نزدن، به هر سطح و سویی که هستن، به هر لباسی که هستن، به هر قماش و کیش و آینی که هستن، باز هم ما نیاز دارن برای آموزش، نیاز دارن برای از اینکه خود ابدت بسازیم. هر کس به اندازه توان خود، هر کس به اندازه استعداد و سویی که داره باید کوشا باشه تا بتونه دفکت ها یا شارت کامینگز یا نواقص را از شخصیت های خود آیسته آیسته از پرسونالیتی خود کم بکنه و بتونه پوزیتیو پوینتس و او پوینت های مثبت جز شخصیت خود بسازه. فرق نمیکنه از کجا میگیره، از کفر میگیره، از مسلمان میگیره، از ایتیست آدمای بیدین میگیره، از بادین و مامذهب، از کوچک میگیره، از اطفال خرد میگیره، از کلانسال و میانسال و جوان و اینا میگیره و یا از صحنه های منفی بعضی چیزهای مثبت رو میگیره. بالاخره بشر باید به فکر ازی باشه که روز تا روز خود اپگرید بکنه، پیشرفت بکنه، یعنی پوینت های مثبت از هر کجا که میشه بگیره و جزء حرکات و سکنات خود قرار بده، جزء شخصیت خود قرار بده و بتونه همو پرسونالیتی خود خوبتر شکل بده و بسازه. و روز تا روز ما هر کدام ما دچار یک سری نواقص هستن، اما بهتره که ما این نواقص خود روز بروز از این بکاهیم و چیزهای مثبتر جانشین اون پوینت های منفی یا نامرتبط و ناپسندانه بسازیم. ای از نقطه نظر اجتماعی بود، ولی از لحاظ اعتقادی هم که نگاه کنیم واقعا خیلی زیاد از دروغ مذمت شده. آیات فرعون در قرآن عظیم الشان که کتاب ارشادی ما هست، کتاب مقدس ما هست، آیات زیاد و فرعون ما وجود داره. ما یکی از جمله ویل لکل همزه همزه لامزه که این چقدر از این مسائل دروغ بافی ها و اینها مذمت شده از دیدگاه اجتماعی. و حتی طبق باورهای دینی ما دروغ از شراب هم بیشتر مذمت شده. به هر صورت اثرات منفی دروغ اگر ما جمع بندی کنیم، صحبت خود ایده که دروغ در ابتدا بسیار کوچک است. حتی طفل که نو سر حرف زدن میایه، خب اگر همون لحظه با بازی های مزورانه همراه اون اطفال معصوم ما انجام بدیم، در اونجا که بعضی پوینت های اگر دروغ او رو بازی میدیم اینها از کوچک هسته، شاید بر سبیل شوخی ما کلان ها امرای او اشتوکای ریزه و اطفال خردسال ما این مسائل رو مطرح بکنیم، ولی از نظر ما بسیار ابتدایی و بسیار گذرا و بسیار ناچیز و نامهم به نظر میرسه. حالا که بسیار مهمه، بسیار او شخصیت از او از یک سالگی و بعد شخصیت اولاد شکل گرفته میره و از سن یک سالگی کودک او کنجکاو چیزهای دوربر خود هسته. هر چیزی که بر رویت از او پیدا بشه و او برای سوال برانگیزه و او میخواه کوره یا تچ کنه، لمس کنه، دست بزنه، با او اصلا تماس بگیره و او رو بفهمه، حتی زبانم نفهمه اما میخواه که متشبث باشه، روی هر چیز دست بگذاره.
گرمی و سردی خودش لمس کنه، داغی و یخی خودش لمس کنه، چیزای خطر و چیزای خوب و مفیدی خودش کوش میکنه کماکان لمس کنه، که اگر مواظبت بزرگ سالان نباشه خود به تهلکه میاندازه. به هر صورت ابتدا دروغ میتونه کوچک باشه، درست مثل اگه جایی که یک آتش سوزی بزرگ میشه اول از یک جرقه کوچک و آتش سوزی بزرگ وجود بیاید، مثل از یک تسوختگی سگرت میتونه باشه که یک ساختمان یک بلدنگ چند منزله با آتش کشیده باشه. خب اینها پس اول یا مایه هسته، انمو خوردریزا، دروغای خوردریزا هسته که باعث از این میشه که دروغای بزرگ وجود بیاید و بالاخره دروغ که مداومت پیدا کنه جز عادت انسان میشه و از جمله ملکات نفسانی انسان قرار میگیره. خب و وقتی زیاد شد این قبول کنن، یک کسی که دروغ زیاد گفته از بس که او دروغ زیاد گفته و جز عادت شده خودش به سری مواقع به دروغ خود اعتقاد پیدا میکنه، میگه این دروغش حقیقت داره، حتی به پسوند و از پسوند به او قسم یاد میکنه. وقت قسم یاد کرد او بفهم که او خب جز عادت شده و او عرض کردم قبلا که خیلی کسا هستن همین حرف های عادیشون با قسم ادامه پیدا میکنه و قسم میخورن، در حالی که قسم هم جز عادتشان شده و هر کسی که زیاد قسم میخوره خب در واقع او زیاد دروغ میگه. خب وقتی که انسان به خصلت دروغگویی معتاد میشه این یک نوع سوء ظن در اجتماع برش پیدا میشه، یعنی هر کس در رابطه با اون شخص، شخصی که دروغ میگه یا دروغگوی، او سوء ظن پیدا میکنه و این سوء ظن باعث نفاق و شقاق بین خودش و افراد جامعه میشه و سوای از اینکه شخصیت انسان داون میشه، بسیار پایین میشه و یک توهین به شخصیت است، وانه شخصیت است. بعد یک دیگه از خصال و ممیزات برازنده دروغ ضعف اراده هست، ضعف حافظه هست. همیشه کلان ها و بزرگ ها میگفتن که آدم دروغگوی حافظه نداره. خب این ضعف حافظه برای انسان پیدا میشه از دروغگویی، به خاطر که اون چیزی که بیشتر گفته دیگه با حافظش نمیمونه، باز یک دروغ دیگه میگه که او را اخلال میکنه. اینه که آدم دروغگو ثبات نمیتونه داشته باشه چون ضعف حافظه داره، در هر موقعیتی قرار میگیره او اشتباه میکنه، یا دروغ دیگه میگه که قبلا یک چیز گفته ولی حالا یک چیز دیگه میگه که هیچ مطابقت نداره. این ضعف حافظه است، ضعف اراده است و دیگه خودش ضعیف و نفس است، نفسش ضعیف است و خودش اصلا مالک خود نمیتونه باشه. و انسانی که ضعیف و نفس باشه هیچگاه مالک خود نیست و همیشه ما این مطلب کلی فلسفی است که کسایی که از خود یعنی سلف کانفیدنسی یا اعتماد به نفس نداشته باشند، از خود اطاعت نکنند، حتما باید مورد اطاعت دیگران قرار بگیرند. یک فکت ثبوت شده است. پس انسانی که متوسل به دروغ میشه او ضعیف النفس است، او اراده ضعیف است، او نمیتونه از خودش تصمیم قاطع بگیره. بسا موارد که قاطعیت در عمل داشته باشه او به راه اشتباه میره و خود به تهلکه میاندازه، خود از بین میبره چون نمیفهمه دروغ گفته، با دروغ خود به سری وقتا گیر میمونه. حتی در کارهای اداری و رسمی و دفتری یک دروغ ده‌ها مشکل ایجاد میکنه. در این مسائل امیگریشن، کارهای امیگریشن و مهاجرت و اینها، وقتی که ما امرای مشتری خود سر و کار داریم، مثلا یک دختر یا یک پسر ازدواج کرده امرای خانواده خود به کانادا میاد، اولین دروغی که میگه مثلا ازدواج کرده است، میگه نه من مجرد هستم. بعد اونجی شوهرش به او طرف یا خانمش به او طرف بعدن که به کانادا آمد سیتل داون شد، استابلش شد، یعنی جا به جا شد،
وقت میره به مقامات دولت میگه ما خانم داشتم. خب تو خانم داشتی؟ به فرودگاه گفته که من مجرد هستم. و یا برعکس خانم میگه من شوهر داشتم، اینه با اولاد خدا آمدم، من گفتم شوهر ندارم. خب اینا این دروغایی که یعنی معموله، زیاد میشه، اما عواقب رو باید فکر کنن. اینه که آدم که دروغ میگه و متأثر به دروغ میشه ضعیف و نفس است، از خود اراده نمیتونه داشته باشه، اراده قوی نداره که قاطعانه بگه بله هان ای درست است و ای درست نیست. نمیتونه، به خاطر که زیاد در جو شخصیتی از او مسائل دروغ عجین هست، توأم هسته. به هر صورت اینها بسیاری وقتا باعث نگرانی انسان میشه، باعث سرگردانی میشه، دچار بدبختی انسان میشه، اصلا استرس های بیمورد از گفتن دروغ برای انسان پیدا میشه. چرا آدم راست، حقیقت، صادقانه به یک چیزی اعتراف نکنه؟ چرا نگویه راست؟ چرا راستی رو برای خود ملکه نکنه، تبرین نکنه؟ به هر صورت خیلی کسایی که به دروغ متوسل میشن ما عقیده دارن طبق باورهای دینی ما که از جمله انسانهای گناهکار هستند. دروغ از یک از مفسده های بزرگ انسانی و نفسانی انسان و اجتماعی هسته. خیلی انسان با توسل به دروغ به گمراهی سوق پیدا میکنه. پس دوستان عزیز، خانواده گرامی، توصیه ما به خانواده عزیز اینه که هیچ وقت مصاحبت و رفاقت با اشخاصی که دروغ میگن نداشته باشید. یعنی مصاحب و رفیق آدم دروغگو نشین و از دروغگو هیچگاه هیچ نوع کمکی هم مطالبه نکنید، چون دروغگو چی برای خود کمک کرده نمیتونه، خودش زندگی، خانوادگی و شخصیتیش با دروغ بنا شده، تشکیل شده. چی رقم از او شما باز همکاری میخواین؟ همکاری هم از آدم دروغگو بخواین، شما به چاه افتاده، به چاه افتاده. و کوشش کنین از آدمایی که دروغ میگن بپریزین، دوری کنین. ما همیشه ضرب المثل های عامیانه داریم که بار کج به منزل نمیرسه. آدمی که دروغ میگه شخصیتش کج است، نظر و امو مفکوره و امو پیشنهاداتی هم که میکنه کج هسته. پس هیچ وقت بار کج به منزل نمیرسه. دیگه چرا غیره که آدم دروغ روشن کنه و بیفروغ هسته؟ چراغ دروغ همیشه بیفروغ هسته، هیچ روشنی نداره، به خاطر که صحت نداره، به خاطر که خلاف واقع صحبت میکنه، واقعیت نداره، نه در عمل، نه در گفتار و نه در وعده و عید و اینها، هیچ کدامش صحت نداره. فلحاظا از آدم دروغ، از آدمی که دروغ میگه و دروغگو هسته باید دوری بشه. دیگه ریشه تمام دروغ ها به طور عموم، ریشه همه این دروغ ها جهالته و میفهمیم که هیچ فقر بالاتر از نادانی نیست و هیچ ثروت هم بالاتر از دانایی نمیتونه باشه. خواجه عبدالله انصار رحمت الله علیه فرموده که خداوند اون کسی را که عقل دادی چی ندادی و اون کسی را که عقل ندادی چی بدادی. این اگه فکت ثبوت شده هست برای رشد و تکامل شخصیتی انسان. و یک آدمی که دروغ میگه، به دروغ متوسل میشه، او یک آدم غرق به مصائب روزگار هسته. و انسان خوبه که در آب غرق بشه، برای یک دفعه سرنوشت انسان تعیین میشه. نظر به ای که جاهل بمانه، آدم جاهل، آدم نادان، آدم دروغگو، هر آن و هر روز و هر دقیقه و ثانیه او غرق هسته. پس بهتره که انسان یک دفعه تامه غریقه آب بشه تا اینکه هر روز و هر ساعت و در مراودات اجتماعی خود غرق جهالت و دروغگویی باشه. و یگانه دشمنی که انسان داره در ابو دشمن باطنی انسان است، انمو نفس انسان است که با دروغ متوسل میشه و با دروغ
باید به هر وسیله که میشه مبارزه کرد، و چون دروغ است که نظام ذهنی غلطر برای ما به ارمغان بیاره. خب فکر میکنم به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز و خانواده گرامی و از هیئت مدیره محترم این برنامه امروزی که به دسترس پخش و نشر قرار گرفت از تلویزیون جهانی امید 24. تشکر، شب روز خوش داشته باشیم، خدا نگهدار.